تعامل افراد با هم دیگه سه تا اتمن کیو مطرح میکنه. حالا بعدا اینا رو باز توضیح میدیم که ببینید چقدر زیباست، چقدر جالبه. اصل پنجم، تجارت میتواند وضعیت همه را بهتر کند. ای وای من، ای وای من، فقط همین یه دونه رو اگر ما در نظر میگرفتیم زندگیمون یک طور دیگری بود. اگر میخواهید کشورتون پیشرفت کنه، رشد کنه، تا اونجایی که میتوانید امکان بدبستان رو فراهم کنید. چگونه؟ خاطرم هست من رفته بودم برای تحصیل، رفته بودم بلکسبرگ در ویرجینیا امریکا. ما رفتیم خونه گرفتیم، اجاره کردیم و یک تختی به ما دادند و یک دوشک و یک پتو، و ما یک کیفی هم از ایران برده بودیم که فقط لباسامون توش بود، هیچی دیگه نداشت. دقیق میفرمایید. و ما با همین شروع کردیم به زندگی. زندگی رو روز اول این طوری بود، گفتیم میخوایم لوازم بخریم. خب ما پولم نداشتیم. من با 4000 دلار رفتم آمریکا، 1500 دلار فقط پول بلیط دادم. یه بار رفتم ترکیه، از ترکیه برم آمریکا. حالا جالب اینجاست که من در 23 سالگی میلیاردر بودم، فقط 43 میلیون تومان فقط سهام تو حسابم بود. ولی 3 سال بعد که آمریکا رفتم هیچ پول نداشتم، یعنی با 2500 دلار رسیدم به آمریکا. و اون 2500 دلارم بلافاصله هزینه شد، پس صفر شد. گفتیم چیکار بکنیم؟ رفتیم مغازه و خرید و اینها. بعد به ما گفتن که حالا میخوای بخری زیادم عجله نکن. گفتیم چطور؟ گفتن اینجا یک شنبه ها صبح یارد سیل هست، یه چیزی که در ایران اصلا خیلی مسخره است. شاید اگر اتفاقا بیفته مردم خیلی با کراهت و با زشتی برن مثلا چنین کاری انجام بدن. گفتیم یعنی چی؟ گفتن هر کس هر چی اضافه داره میاره یه جای میفروشه. حالا یه جای شهرداری تعیین کرده، مثلا جلوی پارکی، مثلا پارکینگی وجود داره، چیزی که وجود داره، مردم هر چی اضافه دارن میان اونجا میفروشن. ما رفتیم اون هفته یارد سیل. باور کنید انقدر ما خوشمون اومده بود. اون دوستانی که تازه رفته بودیم آمریکا، یه مدتی هر هفته میرفتیم یارد سیل، هر هفته میرفتیم یارد سیل، یا بهش گاراژ سیل هم میگن، فروش در گاراژ یا فروش در زمین، یه زمین مثلا یه پارکینگی مثلا فروش. شیراز هست بازار شیطون، چقدر خوب، چقدر خوب. ولی خب امیدوارم که افرادی هم که فروشنده هستن، به آنلاینش هم اون زمان بود، الان هم هست، ولی دیوار خودمون هم های فرهنگش هست آیا از خرید. خب ما رفتیم اونجا و خیلی عجیب بود. مثلا یه کاناپه آیکیا ما خریدیم که اصلا یه چیز عجیبی بود، از سبکی، از راحتی، از کیفیت. خاطرم هست 100 دلار من این کاناپه رو خریدم. خودش هم گفت که مثلا 250 دلار نوش بوده، نو خریدم، الان میخوام برم دندونپزشکی، پول ندارم، دارم اینو میفروشم. ما 100 دلار اینو خریدیم، اون به دندونپزشکی رسید، ما به این کاناپه‌مون رسیدیم. یه چیز آشغالی بود، هیچ اصلا طرف تصور نمیکرد که کسی بخره. نمیدونم 4 تا چرخ داشت، نمیدونم مثلا این چی بوده، مثلا جای تلویزیون قدیمی مثلا خیلی سنگینی بوده روی این قرار میگیره. ولی بعدا تلویزیون ها پیشرفت کرده بود، این زیر تلویزیونیه که یک 4 تا چرخ داشت و 2 تا چوب روش بود. این رو به من فروخت مثلا 5 دلار. من یک 5 دلار رو رفتم یه تیکه چوب خریدم از یکی دیگه، اینو گذاشتم روی اون، برای من شد یک میز. بعد یک گلدون خیلی زیبایی هم ما خریدیم، یک گل هم خریدیم گذاشتیم توش، و اون گل هم گذاشتیم رو چیزه. هر کس میومد منزل ما مثلا نگاه میکرد، فکر میکرد که مثلا یک طراح داخلی اومده اینو طراحی کرده. چی رو میخوام عرض کنم خدمتتون؟ این که شما تعداد زیادی آشغال در زندگیتون داشته باشید، برای شما اون آشغالا، ببینید اون آشغالا، فرض کنید این پاوربانک کار نمیکنه. این پاوربانک اگر کار نکنه، در زبان انگلیسی به کالا میگیم چی؟ آفرین، میگیم گود. گود، آره، این یعنی خوب، یعنی کارا، یعنی چیزی که کالا، کارا یعنی چیزی که از یک کاری بر میاد. حالا اگر این کاری ازش بر نیاد، به نظر شما گوده؟ نه، این بده. حالا اون چیزی که من اومدم توی تز دکترا مطرح کردم از همین مبحث ناشی میشد،
که شما آشغال اگر جمع کردی، مجموع این آشغالا چه خواهد شد؟ در نهایت برای شما اثر مثبت داره یا اثر منفی داره؟ نه، صفر نیست آقای کیخان، اثر منفی داره، برای شما منفیه. اینی که برای شما اثر منفی داره، برای اونی که اینو میخره، درستش میکنه، ازش استفاده میکنه، آیا ارزش مثبت داره یا ارزش منفی داره؟ ارزش مثبت داره. هر چقدر تجارت رو شما اضافه کنید، دقت میفرمایید، رفاه کل جامعه بیشتر میشه. نمیدونم کسی از دوستان اهل رامسر هستن یا موقع عید مثلا به شمال تشریف بردن؟ الان نمیدونم چطور شده، ولی یه زمانی من رامسر بودم، 18 سالم بود، بعد خیلی از درختها پرتقال، درختای پرتقال بود اونجا و از این پرتقالای تو سرخ خیلی عالی بود، انقدر زیاد بود همینجوری میریخت تو جوب میرفت. این پرتقالی که میریزه، آقای اکبری شما دیدید در رامسر پرتقالا میریزه زمین از بین میره؟ انقدر ماشاءالله نعمت اونجا زیاده. این پرتقالی که میریزه میشه آشغال. برای رامسر اون پرتقالای زیادی خوبه یا بده؟ بده. اگه بیاد تهران، اگه بره کویر فروخته بشه، خوبه یا بده؟ عالیه، عالیه. دقت میفرمایید، شما هر وقت کالایی رو میفروشید ازش زیادی دارید، بیش از اون به درتون نمیخوره، براتون میتونه دیسیوتیلیتی داشته باشه. دقت میفرمایید، کسی که اینو میخره در کل اقتصاد، ببینید، مرتب داره سطح رفاه افزایش پیدا میکنه. هر یک مبادله که در اقتصاد صورت میگیره، شما داره سطح رفاه جامعتون داره بیشتر میشه. هر چه مبادلات بیشتر بشه، سطح رفاه بالاتر. حتی در بازارهای مالی، چرا در بازارهای بورس دنیا سعی میکنن هزینه مبادلاتی رو کاهش بدن که بیشتر مبادله بشه؟ وقتی بیشتر مبادله میشه، بازار کاراتر عمل میکنه، وضعیت بهتر میشه. چرا بنده سالیان سال دارم تلاش میکنم که اتحاد تجاری منطقه‌ای به وجود بیارم، پیمان تجارت آزاد در منطقه به وجود بیارم؟ شما نمیدونید چقدر افراد مقابله میکنن. من خاطرم از یک دوست قدیمی داشتم، در یک جلسه به طور اتفاقی ما شرکت کردیم، دیگه مثلا رامون ندادن. تو اون جلسه بنده رو همین مسئله تاکید کردم، گفتم پیمان تجارت منطقه‌ای، دقت فرمودید؟ همین دوست قدیمی ما انقدر توهین کرد تو اون جلسه، بعد از سالها که ما همدیگر رو میدیدیم، شاید 15 سال بود همدیگر رو ندیده بودیم، انقدر توهین کرد. یکی از جناح‌های سیاسی کشور، اینا صحبتشون اینه که بعضیا میخوان مثلا با افغانستان برن پیمان تجارت امضا کنن. آخه آدم اروپا و آمریکا رو میذاره میره با افغانستان پیمان امضا میکنه؟ دقیق میفرمایید؟ خب اینا اقتصاد نخوندن. به قول همون بنده خدایی که خودش آموزش ندیده، آموزش ندیدن. خودش آموزش ندیده، به بقیه میگه آموزش ندیدید. با چه تأخیری با مردم صحبت میکنه؟ دقیق میفرمایید؟ ولی واقعیت اینه. واقعیت اینه که شما ایران هر چه میتوانی باید سعی کنی مبادلات رو بین مردم خودت و بین مردم ایران و کشورهای همجوار ایران افزایش بدی، چون هر دوتون منتفع خواهید شد.